سلام به ویدیو من، خوش اومدید. امروز میخوام که این ویدیو در مورد مراقبت از پوست صحبت بکنم، کارهایی که خودم به شخصه برای پوستم انجام میدم، چیزهایی که میدونم، اطلاعاتی که به دست آوردم و تصمیم گرفتم اونها رو با شما به اشتراک بذارم. اولین چیزی که ما بعد از نگاه کردن به صورت هر کسی توی نظرمون میاد پوستشه و پوست برای هر کسی از اهمیت خیلی خیلی زیادی برخورداره. مثلا خود من میتونم بفهمم که یک آدمی که از پوستش مراقبت کرده پوست سالمی داره یا پوست خیلی خوبی داره، چقدر این موضوع براش مهم بوده و چقدر آدمی بوده که اهمیت میداده و چقدر براش وقت گذاشته، و این کاملا نشون میده وقتی شما با یه آدمی در ارتباطین و پوست خیلی خوبی داره. همیشه ازش راجع به اینکه چجوری نگهداری از پوستش کرده میپرسی، ازش اطلاعات میگیری، و کاری که خود من همیشه میکنم، یعنی برای من و خیلی از آدم ها مراقبت از پوست اهمیت خیلی زیادی داره، جدا از خوش تیپ بودن، خوش لباس بودن یا نمیدونم آرایش کردن، خود پوست خوبی داشتن به نظر من یک پایین خیلی خیلی مثبته. بعضی از ماها، بعضی از انسان ها به صورت ژنتیک یا ارثی پوست خیلی خیلی خوبی دارن، حالا ازش مراقبت بکنن چه نکنن. پوست خیلی خوبی دارن، یعنی پوستی دارن که نیاز به رسیدگی آنچنانی نداره، ولی بعضی به این صورت هستن که پوستشون آکنه داره یا جوش داره، ولی همه اونا رو هم باز هم میشه بهش رسیدگی کرد و تا حد خیلی زیادی اونها رو کم کرد. حالا میریم سراغ این که چه مراقبت هایی از پوستمون باید انجام بدیم و کارهایی که خود من میکنم. اولین چیز و مهمترین چیز برای نگهداری از پوستمون کرم ضد آفتاب. فرق نمیکنه شما خانومید، آقایید یا هر جنسیتی که دارید یا هر سن و سالی که دارید، باید حتی اگه بچه هستید، یعنی اگه بچه دارید، یعنی فرق مهم نیست چند سالشه، چه جنسیتی داره، مهم اینه که از ضد آفتاب استفاده کنه هر روز، تو هر فصلی، توی هر ساعتی، حتی اگه توی خونه هستید. ضد آفتاب خیلی 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 مهمه. متخصصای پوست و کسایی که تو زمینه پوست کار میکنن میگن که 90% چین و چروک ها از طریق تابش خورشید و اینکه ما چشممون رو جمع میکنیم درست میشه. پس ما ضد آفتاب رو بزنیم و پیشگیری کنیم از اون آسیبی که قرار نور خورشید به پوست ما برسونه. اینم باید بهتون بگم که اشعه خورشید از روی سطوح میتونه به شما منعکس بشه. اگه شما داخل خونه هستید هم حتی میتونه از روی میزتون اشعه خورشید منعکس بشه روی صورت شما و باز به شما آسیب بزنه. پس اگر توی خونه هم هستید کرم ضد آفتاب رو فراموش نکنید. حداقل SPF ضد آفتاب شما باید 30 باشه، دیگه حد اکثرش خیلی مهم نیست، و اینکه ضد آفتاب شما کرم پودر داره یا نداره هم اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که ضد آفتاب بزنید. همین ضد آفتاب بزنید و هر چند ساعت یک بار اگر بیرون هستید اون رو تمدید کنید. خب اگر شما آدمی هستید که میخواید روی ضد آفتابتون آرایش بکنید و کرم پود بزنید یا هر کار دیگه بکنید، در نظر بگیرید که میتونید این کار رو انجام بدید، ولی بعد از اینکه برگشتید خونه از هر جایی که اومدید یا مهمونی بودید یا هرچی، پوستتون رو بشورید. حتما قبل از خوابیدن پوست صورتتون رو کاملا بشورید که اگر مواد آرایشی روی پوست شما بمونه باعث رشد باکتری و قارچ میشه و از طرف پوستتون رو خشک میکنه، منافذ پوست رو باز میکنه، و به هر حال شستن پوست صورتتون بعد از هر بار میکاپ و برگشتید خونه و دیگه کاری ندارید، باید پوستتون رو حتما بشورید. برای شستن آرایش چشمتون از پاک‌کننده های چشمی استفاده کنید. اگر دقیق و ریز آرایش دور چشمتون رو نشورید، باعث زدن جوش های ریز دور چشمتون میشه. اینه که مثلا نگاهشون میکنید زیر چشمشون، اینجای پلکشون جوش های ریز دارن، همش به خاطر اینه که چشمشون رو درست پاک نمیکنن. همیشه در نظر بگیرید قبل از اینکه بخوابید یا موقع خواب به پوستتون مرطوب کننده بزنید کرم آبرسان، که هر برندی باشه مهم نیست، مهم اینه که شما آبرسان استفاده بکنید و پوستتون رو مرطوب کنید که باعث ایجاد خط و خطوط هایی که توی صورتتون میشه خشکی پوست نشه. یعنی وقتی پوستتون رو مرطوب میکنید بهش آب میرسه و دیگه اون خط و خطوط های صورتتون کمتر میشه یا ممکنه که دیرتر دچار این خط و خطوط ها بشین. این خطایی که توی صورت هستن فقط از بابت خشکی پوست میاد سراغ شما. اگر شما میخواین آبرسان به پوستتون بزنید و مواد مغذی به دور چشمتون بزنید یا کلا رسیدگی کنید به کل صورتتون کرم آبرسان استفاده کنید، این کارو شب انجام بدین، چون شب ها زمان بازسازی سلول های پوسته. و یه نکته خیلی مهم اینه که شب به اندازه کافی بخوابید و کلا تایم شب رو سعی کنید بخوابید، چون تایم استراحت شما از پوستتون و کلا بدنتون و خیلی خیلی روی پوست هم تاثیر میذاره، بیخوابی و کمخوابی. پس درست و به اندازه بخوابید شبها. حالا میریم سراغ شستن برس ها و اسفنج های آرایشیمون.
حدود 70% خانم ها تا اونجایی که من خوندم توی تحقیقات نوشته بود هیچ وقت برسا و اسفنجای آرایشیشون رو نمیشورن و این واقعا فاجعه است. شما نمیدونید که وقتی اینا رو نمیشوره توشون باکتری ها تجمع میکنن و وقتی هر سری به پوستتون میزنید این باکتری روی صورت شما رشد میکنن و کلا به پوستتون آسیب میزنن. شما باید هر دو هفته یک بار یا اگه میتونید هر هفته برستتون یا اسفنجتون رو بشورید با آب ولرم یا شامپو یا مایع شستشوی صورت، فرق نمیکنه، اسفنج ها و برست آرایشتون رو بشورید و بزنید خوش بشن کاملا. اگر شما آدمی هستید که کلا پوستتون منافذ باز داره یا جوش داره، برای این دوتا یا هر مشکل پوستی که داشتید حتما به این متخصص مراجعه کنید و اونا بهتون بگن بعد چیکار کنید، چه داروی لایه برداری با چه درصدی چند وقتی باید استفاده کنید. برای پوستتون خودتون چیزی تجویز نکنید. ولی تا اونجایی که من میدونم اینه که به این مشکلات پوستیتون دست نزنید و اون رو پخش نکنید، چون پوستتون رو تحریک میکنید و این باعث میشه که بیشتر این اتفاق برای پوستتون بیفته. هر وقت حس کردین که جوش دارین یا پوستتون داره شروع میکنه به منافذ باز در آوردن یا کلا داشتن منافذ باز داره بیشتر و بیشتر میشه، به دکتر پوست مراجعه کنید. بهتون داروی لایه بردار میده، کرم های مخصوص میده و بهتون میگه که شما باید نسبت به دیگران یه مقدار بیشتری مراقب پوستتون باشید. چیزی که من میدونم و خیلی کسایی که استفاده کردن به من گفتن و من خودم شروع کردم به استفاده کردن، استفاده از آب و گلابه. یعنی چه یک ظرفی شما دو سومش رو، حالا سعی کنید حالت اسپری داشته باشید که روی صورتتون اسپری کنید، دو سومش رو گلاب بریزین و بقیه‌اش رو آب بریزین و این رو هر شب روی صورتتون اسپری کنید. گلاب میتونه پوست شما رو روشن‌تر بکنه و برای بستن منافذ پوستتون هم خیلی خیلی خوبه که من خودم جدیداً دارم هر شب این کارو انجام میدم. حالا میخوام برگردم در مورد آفتاب و ضررهایی که میتونه به پوستمون بزنه صحبت کنم. اینو باید بهتون بگم که حتما وقتی آفتاب شدیده و شما بیرون هستید عینک آفتابی استفاده کنید. پوست دور چشم ما نازک‌تره و خطاش میتونه سریع‌تر ایجاد بشه و وقتی شما توی معرض نور آفتاب هستید، نور خورشید هستید، وقتی بیرون این برمان نگاه میکنید شما اخ میکنید و هر بار اخ کردن زمینه ایجاد یک چروک تازه است. پس عینک آفتابی استفاده کنید که بزرگ و درشت باشه و کل دور چشم شما رو کاور کنه. چند تا نکته دیگه میمونه که اینکه ورزش بکنیم، موقع ورزش کردن آرایش نکنیم چون پوستمون داره هوا میکشه و در به عبارتی داریم عرق میکنیم. شما هیچ وقت وقتی که میرید ورزش آرایش نکنید که خیلی برای پوستتون ضرر داره و حتما ورزش بکنید که تاثیرش رو روی پوستتون خواهید دید. یه مسئله دیگه هم که هست در مورد مراقبت از پوست، همه میگن و من هم فکر میکنم خیلی تاثیر زیادی داره، از استرس و استراب هم دوری کنید که این چیزا باعث میشه پوست شما خراب بشه و واقعا هم وجود داره. آدم هایی که دائم در حال شغلشون بر استرس، دائم در حال استراب و فکر و خیال کردنن، پوستشون واقعا خراب میشه. سعی کنید یکم ریلکس تر باشید برای داشتن پوستی بهتر. آب نوشیدن رو فراموش نکنید. آب میتونه مواد مغذی و اکسیژن رو به پوست ما برسونه. روزی 7 لیوان 8 لیوان آب بخورید حتما و این تاثیر آب زیاد خوردن توی پوستتون حتما میبینید. سعی کنید از مواد غذایی کم چرب استفاده کنید و استفاده از سبزیجات رو توی غذاهاتون خیلی بیشتر بکنید توی وعده های غذاییتون. پس شد سبزیجات و موادی که چربی کمتری دارن. خب اینم از تمام چیزهایی که باید در مورد مراقبت از پوست بهتون میگفتم و تمام کارهایی که خودم همین الان دارم انجام میدم. در مورد کرم ضد آفتاب هم، کرم آبرسانم که این دوتا رو فعلا دارم استفاده میکنم، کرم دور چشمم، اینها همه رو براتون توی کپشن مینویسم. اگه سوالی دارین ازم بپرسید، همه رو میخونم و جواب میدم و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و استفاده کرده باشید. لایک و کامنت یادتون نره. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، بای.